انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان امروز گزارش تازه‌ای را تحت عنوان رسانه‌های اجتماعی و بیان روایت‌های افراطی در افغانستان به نشر سپرد. در این گزارش نقش رسانه‌های اجتماعی در ترویج افکار افراطی برجسته شده است. برای جزئیات بیشتر صحبتی داریم با محترم نعمت‌الله ابراهیمی، یکی از تحلیلگران انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که از استدیوی کابل مهمان برنامه ما اند. آقای ابراهیمی سلام بر شما، خوش آمدین. خب در اول اگر بگوین که فعالیت تندروان و افرادگرایان در شبکه‌های اجتماعی افغان‌ها چقدر تاثیرگذار بوده و خطر آن را چقدر شما جدی میپندارین؟ بسیار تشکر. با عرض سلام به شما و به بینندگان تلویزیون شما، مثل که شما اشاره کردین در این گزارش ما کوشش کردیم نقش رسانه‌های اجتماعی را در انتشار و ترویج افکار افرادگرایانه در افغانستان به بررسی بگیریم. و ما در این مدت از آغاز ماه فوریه امسال تا آخر ماه اکتبر امسال بخش از رسانه‌های اجتماعی را که مربوط به جریان‌های افراطی در افغانستان میشد تحت نظارت بررسی گرفتیم و امروز بخش از یافته‌های خود را در یک گزارش مفصل ارائه کردیم. و در این گزارش ما یافتیم که در کل میشه دو نوع گروه ها را بررسی کرد. یک بخش از گروه هایی هستند که عملا شامل فعالیت های مسلحانه علیه نظام و حکومت افغانستان هستند و یک تعداد گروه های دیگری را ما بررسی کردیم که اینا مشغول مبارزات مسلحانه نیستند و در کل با حکومت افغانستان به سازمان های رسمی راجستر هستند و ما کوشش کردیم که روایت این دو نوع گروه را در مورد افغانستان بعد از 2001 به بررسی بگیریم. گروه های مسلح به طور خلاصه میشه گفت که افغانستان بعد از 2001 تحت اشغال میدانن و حکومت افغانستان یک حکومت دست نشانده بیرونی میدانن و قوت ها و نیروهای بین المللی در افغانستان هم تحت عنوان صلیبی، مهاجم و کفار به بررسی میگیرن. و در پهلویش بعضی گروه ها و سازمان ها یا افراد مستقل هستند که اینا عملا درگیر مبارزات مسلحانه علیه حکومت افغانستان نیستند و اینا عمدتا تمرکز میکنه روی آنچه که برداشت میکنن به حیث یک تهاجم فرهنگی و اجتماعی علیه افغانستان. بله، در گروه ببخشید بررسی کردیم. در گروه اولی که شما از او یاد کردین، مخالفین فعال مسلح دولت، فعالانی که در رسانه اجتماعی به طرفداری این گروه ها فعالیت میکنن، با کدام جناح مشخصا وابسته میباشن بیشترشان؟ ما مشخصا شبکه های مربوط به گروه طالبا، حزب اسلامی و بعضا شبکه ها یا حساب های اجتماعی که به حمایت از دولت اسلامی یا داعش افغانستان فعالیت میکنن ما یار تحت نظارت بررسی گرفته. بعض شایعاتی وجود داره که گویا بعض سازمان های استخباراتی منطقه هم فعالین را در شبکه های اجتماعی جلب و جذب کرده و از این طریق افکار را انتشار میتن. در این مورد شما چی میگین؟ ما دقیقا پشت سر حساب ها را متاسفانه نتانستیم بررسی کنیم، به خاطر که میفهمین که شناسایی افرادی که پشت سر شبکه ها هستن برای ما کار مشکل بود، ولی در کل با یک پدیده ای که ما برخوردیم این بود که در فضای آنلاین و شبکه های اجتماعی افغانستان تعداد بسیار گسترده حساب هایی بودن که اینا به نام افراد مشخص و قابل شناسایی ثبت و راجستر نشدن. به این خاطر بود که ما به تعداد صدها و بعضی تخمین هایی هستند که هزارها حساب های کاربری شبکه های اجتماعی در افغانستان موجود هستند که اینا به نام فرد مشخص یا سازمان مشخص فعالیت نمی کنند. معذرت میخوایم صحبت شما را قطع کردیم. بالاخره نظر شما در مورد کنترل رسانه های اجتماعی چیست؟ آیا این کار با آزادی بیان در تناقض خود بود یا خیر؟ ما در نتیجه تحقیقات خود یک سلسله پیشنهادات مشخص به حکومت افغانستان داریم و یک از یافته های ما این است که متاسفانه با وجود نقش بسیار برجسته و رو به گسترش شبکه های اجتماعی در افغانستان، دولت افغانستان گویا پالیسی مشخص برای نظارت شبکه های اجتماعی به خصوص و مبارزه با افرادگرایی در کل افغانستان ندارد و ما پیشنهاد میکنیم که حکومت افغانستان
یک سیاست مشخص و سیستماتیک را روی دست بگیره و این سیاست در هماهنگی و مشوره با گروه های مختلف اجتماعی افغانستان اتخاذ کنه که این سیاست در عین حال که زمینه را برای کنترل و نظارت گروه های افراطی در شبکه های اجتماعی مساعد میکنه به آزادی بیان شهروندان افغانستان. تشکر از شما آقای ابراهیمی، سپاسگزار هستیم.